سلام دوستان عزیز، با نوای ساز چهارم در خدمت شما هستیم در ارتباط با آشنایی با ساز چنگ و در خدمت خانم شبنم بهگزین نوازنده و مدرس ساز چنگ خواهیم بود. متشکرم. اول از همه خیلی ممنون که قبول کردیم بیاین راجع به ساز تخصصیتون ساز چنگ صحبت کنیم برامون. خیلی ممنون. اگه لطف کنید معرفی کوتاه از خودتون بگین و اینکه چطور با این ساز آشنا شدین خیلی عالی میشه. بند شبنم بهگزین هستم که خودتونم اعلام کردین. من حدود 7 ساله که نوازنده هارپ یا همون ساز چنگ هستم. تقریبا 7 سالی هستش که دارم فعالیت میکنم و حالا خدا رو شکر 1-2 سالی هم هستش که تو زمینه تدریس دارم فعالیت میکنم. بعد طریقه آشنایی هم که میشه گفت حقیقتش قبلا من واقعا نمیشناختم، مثل خیلی از آدمای اطرافمون که شاید هنوزم که هنوز چنگ رو نشناسن. ولی خب لطف خدا بود، من در همسایگی آقای باقری نژاد بودم. ایشون سازنده ساز چنگ هستن و تلاش های فراوانی رو انجام دادن برای اینکه چنگ شناخته بشه در ایران و ما در واقع اون تاریخ چنگ رو بدونیم و من تقریبا میشه گفت اونجا اولین آشنایی من با این ساز بود که دیگه بعدش هم اون نوای جادویی رو شنیدم و خب تصمیم گرفتم که همین ساز رو انتخاب کنم. بله دقیقا، دستوان ساز چنگ که سازایی که با اینکه یک از ساز کاملا ایرانی هست کمتر شناخته شده و هنرجو خیلی باش آشنا نیستن. خب اگه موافق باشین بریم قسمت توضیح خود ساز و اگه یه تاریخچه مختصری در ارتباط با ساز چنگ به ما بدین خیلی عالی میشه. ببینید چنگ از نوع سازهای زهی هستش و همونجور که گفتم تاریخ چنگ برمیگرده به ایران و ما برای این سند داریم، یعنی معروفترین سندش یه مهر گلی هست که توی چغامیش استان خوزستان پیدا شده و اونجا روی اون مهر تصویر یه زن پارسی هستش که در حال چنگ نوازیه و حتی اولین گروه نوازی ها شاید در ایران بوده و ما اینا رو همه رو روی کتیبه ها و مهرهایی که حالا پیدا شده که توی اکثرشون هم ساز چنگ هستش و حتی اینکه ما شاید این مهر برمیگرده به 1004 پیش از میلاد مسیح که تقریبا ما میگیم یه چنگ تو ایران یه تاریخ 6000 ساله، ولی شاید حتی بیشتر از اون، چون اون چیزی که پیدا شده یه چنگ تقریبا میشه گفت تکامل یافته بوده و شاید خیلی قبلتر از اینها چنگ در ایران بوده و کلن نوع ساختنش هم کلن برمیگرده به اینکه اول از تیر و کمان در واقع شروع شده. شاید ایده ساز چنگ از تیر و کمان بوده که بعدها انگار کمان که خب میدونین یه حالت چیزی داره و یه زه که بعدها انگار به تعداد اون سیمها اضافه شده و صدایی که در مده باعث شده که خب کشف بشه که میشه از این وسیله یه صدای بهتری در آورد و کم کم خب پیشرفت کرده، کاسه بهش اضافه شده، بدنه و خیلی از چیزهای دیگه که باعث شده این ساز الان به این شکل در بیاد. تاریخچش میگم تقریبا تو همین حدوده و فقط میگم بیشتر برای اینه که ما بدونیم واقعا چنگ اولش برای ایران بوده، ولی خب توی دوره‌ای که فکر میکنم اگه اشتباه نکنم دوره صفویه بوده به خاطر ممنوعیت موسیقی یا حالا یه سری مباحث مختلف کامل از بین رفته که یعنی دیگه نوازندهی براش نبوده و طبعا مردم فراموشش کردن که حالا کم کم تو کشورهای دیگه وارد میشه و اونا روش کار میکنن و خیلی خوب پیشرفته تر میشه و الان خدا رو شکر توی ایران هم دیگه داره روال پیدا میکنه و کم کم دیگران دارن میشناسنش. چون به کشورهای دیگه اشاره کردی فکر کنم نمونه‌های شرقی و غربی این ساز زیاد باشه، حالا چه در قسمت آسیا چه تو اروپا. میشه یه توضیح مختصر بدی ساختار چنگ مثلا تو کشورهای مختلف متفاوته یا همشون یه ساختار واحدی دارن؟ ببینید ساختار چنگ در کل 3 تا قسمت اصلی داره. یه قسمت که جعبه صداه که من حالا رو سازم هم بخوام نشون بدم میشه این قسمت که جعبه صدا هست. یه قسمت هم دسته و اون تاج ساز هست و قسمت اصلی هم که سیم هاست که نواخته میشه. خب این یه چیز کلیه توی همه سازهای چنگ، ولی خب بحث غربی و شرقی، مثلا سازهایی که در ایران بوده شاید مثلا اون زمان کاسه ها برعکس بوده، یعنی الان که ساز ما به این شکل میذاریم اون موقع طوری بوده که مثلا برعکس این نواخته میشده. میگم اون تو چیزای اصلی هیچ فرقی نداره.
در واقع یه کلیت کاملیه که همین سه دسته رو داره. اما خب توی مثلا شکل تاج، شکل کاسه ها و حالا کلید داشتن، پدال داشتن، اینا چیزایی بوده که بعدها اضافه شده و تغییر داده. توی اندازه ها مثلا اندازه سیم ها که تعدادشون مثلا از تقریبا، حالا میگم شاید توی اون قدیمی ها شاید در حد 10 تا یا 15 تا بوده، ولی الان مثلا سازهایی که داریم حتی تا 47 سیم هم ما داریم که دیگه سازهای ارکستری بزرگ هستن. دقیقاً. این مقدمه خیلی خوبی بود، اگه لطف کنین قسمت های مختلف ساز رو هم یه توضیح خیلی مختصر بدین خیلی عالی میشه. قسمتاش که گفتم جعبه صدا هستش که توی سازها متفاوته. توی سازهای کوچیکتر مثلا جعبه صدا کوچیکتر میشه، بعضیا ممکنه شکل مربعی مستطیلی داشته باشن و هر چقدر بزرگ میشه تقریبا یه شکل نیم دایره به خودش میگیره و بسته به اندازه و نوع اون جعبه صدا مطمئنا گستره صدای ما فرق میکنه. یعنی تو سازهای کوچیکتر صدا گاهی اوقات زیرتره و ریزتر شنیده میشه و هر چقدر ساز بزرگتر میشه و جعبه بزرگتر همونقدر صداهای بمتر و دلنشین تری خواهیم داشت. در رابطه با سیم ها که حالا اون چیزی که من شنیدم و دیدم مثل این که سیم ها از روده گوسفند درست میشه و یه حالت پلاستیکی مانند داره، یعنی سیم های ساز چنگ هیچ وقت فلزی نیست مگر در سازهای بزرگ که توی اون اکتاب های پایین تر سیم های فلزی استفاده میشه که اونا هم خیلی نرمه باز. بعد کلیت خود سازم که از چوب ساخته میشه دیگه، حالا مثلا سازهایی که الان تو ایران هست خب چوبهای بهتر استفاده میشه، ولی الان سازهایی که شرکتی دارن میسازن تو کشورهای مختلف دیگه از چوبهای سلایه و خب کارهایی که یه مقدار حالا ضعیفتر هستش، ولی خب جنس چوب همه این چیزها تأثیر میذاره توی صدایی که ما از ساز دریافت میکنیم. خیلی نکات خوبی رو اشاره کردید. اگه راجع به خود ساز هم و به صورت نحوه یادگیریش به چه شکل هست؟ چون برخی ساز ها هم به صورت سنتی تدریس میشن، یعنی حالت گوشی دارن یا کمتر با نوت زده میشن. میشه راجع به چند کمی توضیح رو بدیم که نحوه یادگیریش به چه شکل هست؟ اون چیزی که من خودم حقیقتش یاد گرفتم و کلن اون چیزی که الان اساس آموزش ما هستش روش های نوینه. ما از همون ابتدا از نوت استفاده میکنیم و چون میگم این ساز خیلی اون حالت سنتی که ما میخواییم و نداره، این که مثلا من بگم مثل سنتورش خود شما یا مثلا مثل ستار چیزی نیستش که واقعا بشه از همون اول مثلا ردیف نوازی کرد باش و یه جورایی شبیه پیانوه در واقع. به خاطر همین ما با نوت کار میکنیم و روش ها تقریبا میگم نوینه و چون تو ایران واقعا اونقدر معمول نبوده ما خیلی اوقات حالا داریم از برای شروع از نوت هایی استفاده میکنیم که خب از خارج از کشور تهیه شده و ما خودمون حالا روش کار کردیم، یه سری قطعه ها رو تنظیم کردیم برای این کار. ولی خب رفته رفته این که میگم میشه آهنگ های ایرانی هم باهاش زد، ولی کلن از روی نوت هست بیشتر، نه اینکه بخوایم مثلا ما بداهه نوازی انجام بدیم یا به اون شکلی که شما میگین حالت سنتی. خیلی آموزش داده نمیشه، معمولا روش ها نوینه الان. بله دقیقا. یه سوالی که راجب ساز من فراموش کردم بودم راجب مزراب هست، چون سوالی پیش اومده بود برام که ساز چنگ با مزراب زده میشه یا کلن با دست هست یا هیچ مزرابی هست؟ فقط با انگشتان دسته و یه نکته‌ای که داره اینه که ما ناخونامون همیشه باید کوتاه باشه، اصلا نباید ناخون داشته باشیم چون صدای بدی ایجاد میکنه و تقریبا با بغل انگشتا نواخته میشه و هیچ مزرابی ندارن، استفاده نمیشه. بله خیلی عالی. یک از دوستان همین الان فکر کنم پرسید راجع به این که ساز چنگ معمولا ساز گرونی آیا حساب میشه یا که فکر کنم این سوال خیلی کلی هست، حالا میخواین بهش یه اشاره کنید. تقریبا آره میشه گفت ساز گرونیه خب نسبت به خیلی از سازها و الان حتی اونهایی که دارن تو ایران میسازن، خب اونی که از کشورهای خارجی وارد میکنن که یه بحث جدای مطمئنا با قیمت دلار حساب میشه و میدونید دیگه حالا الان قیمت دلار هم چجوره، ولی حتی اونهایی هم که تو ایران سازنده هستن چون خیلی از قطعات مثل سیم ها که تقریبا مهمترین بخششه توی ایران وجود نداره و فعلا ساخته نمیشه، یعنی تکنولوژی اونو ما فعلا نداریم و اینها از خارج تهیه میشه، بنابراین خیلی با قیمت دلار ساز قیمتش تغییر میکنه
و الان حتی برای شروع حداقل هزینه ای که میگم باز نامطمئن میتونم بگم حدود 15 تا 20 میلیونه که بخوایم یه سازی رو برای شروع ما انتخاب کنیم، و هر چقدر که خب سازی که انتخاب کنین هر چقدر بزرگتر باشه مطمئنا قیمتش هم بالاتر. دقیقا. قبل اینکه وارد قسمت یادگیری بشیم، اگه راجع به کوک ساز هم یه اشاره بکنیم که این به چه شکل کوک یا کوک میشه ساز برای یه قطعه خاص، یا کلا به چه شکل هست سازها؟ ببینید، اول اینکه دو نوع ساز داریم، ما یه ساز سلتیک یا ساده و کلید داره، یه سری سازها سازهای پدال دار هستش که اون کوک کردن برای گام های مختلف یا برای آهنگ های مختلف، اگر منظورتون همون دیز و بمول ها باشه، خب اونا معمولا با پدال یا همون کلید ها انجام میشه. ولی در کل یه کوک اصلی ساز ما داریم که کلن ساز به این شکله که مثلا نوت ها دو ره می فا سول لا سی تکرار میشه. خب یعنی روی ساز همه نوت ها به همون شکل تکرار میشه، مگر اینکه کلیددار باشه که نیاز باشه تو بعضیش یه تغییر بدیم، و دونه دونه این نوت ها رو ما با آچاری که مخصوص هر ساز هست با تیونر دونه دونه کوک میکنیم. اون یه کوک اصلیه که حالا مبنای سازه، ولی خب اگر قرار باشه ما دیز یا بمول داشته باشیم اونا رو دیگه با کلیدها، یا اگر پدال دار باشه با پدال انجام میدن. دقیقا. بسیار. اگه موافق باشیم بریم قسمت یادگیری ساز، که حالا یه سوال معمولی هست که خیلی از هنرجوها که میخوان یک ساز رو شروع کنن میپرسن که چه مدت زمان لازمه که حالا یک ساز خاص رو یادگیری کنن. این هم قبلا بحث شده که بیشتر بستگی به خیلی چیزها داره، که میزان علاقه هنرجو یا به صورت تخصصی میخوان اشاره کنن، یا بیشتر حالت سرگرمی داره. حالا نظر شما رو هم میخواستم بدونم راجع به این قضیه، که دقیقا همینه، کلن بستگی به تلاش و حالا نوع علاقش و نوع اون تلاشی که داره میکنه داره. ولی خب معمولا یه دوره 2 تا 4 ساله به حدی میرسه هنرجو که میگم باز اگر تلاش داشته باشه به حدی میرسه که مثلا بتونه یه نوت رو بذاره جلوی خودش و اونو روی ساز پیاده کنه و بتونه بنوازه به تنهایی و نیازی مثلا به استاد نداشته باشه. ولی خب مطمئنن اگر برای حرفه‌ای تر شدن و اگر برای مقاطع بالاتر میخواد، خب مطمئنن این تایم بالاتر میره، و این ساز سازیه که واقعا شاید سالها نیاز به تلاش داشته باشه. یعنی هیچ وقت نمیتونیم بگیم که مثلا من الان دیگه به انتهاش رسیدم، چون انقدر چیزهای جدید کشف میشه هر چقدر که جلوتر میریم، انقدر تکنیکای جدید هستش که واقعا هر چقدر بخوای تلاش کنی همون قدم راه جلوی شما هستش. ولی میگم برای یه سطح متوسط، برای اینکه بتونه یه قطعه رو خودش بزنه، تقریبا 2 تا 4 سال کافیه. که با حالا با کمک استاد و روش‌های نوین جلو بره. بسیار عالی. اگه موافق باشیم امروز سراغ قابلیت ساز، راجب قابلیت ساز تو موسیقی مختلف صحبت کنیم، که ساز چنگ چقدر قابلیت داره که با موسیقی مختلف در واقع ترکیب بشه، حالا چه موسیقی پاپ، کلاسیک، سنتی. یه توضیح مختصر در این مورد بدیم خیلی عالی. ببینید این ساز اصلا از لحاظ ترکیب با هر نوع موسیقی مشکلی نداره، ولی خب توی موسیقی پاپ و کلاسیک کلا مشکلی نیست، اما توی موسیقی سنتی چون کلا رنگ صدای هارپی رنگ کلاسیکه و مثل سازهای سنتی خودمون نیست، اگر دقت کنید خیلی صدای متفاوتی داره، خب نسبت به ستار، نسبت به تار و سنتور، و یه جورایی شبیه پیانوه. بنابراین توی موسیقی سنتی ما نه اینکه جا نداشته باشه، جا داره، ولی دیگه اون موقع نمیشه گفت موسیقی سنتی، یه جورایی میشه موسیقی تلفیقی، چون میگم رنگ صداش فرق میکنه. مثلا اینکه الان شما پیانو رو اگر بیارید داخل یه موسیقی سنتی، خب مطمئنا دیگه نمیشه گفت فقط سنتی، یه جور تلفیقی میشه. ولی خب یه مقدارم میگم چون حالا نبوده تا الان و شاید حالا نوازنده و استاد کمه تو ایران، یه مقدار تو موسیقی سنتی ما خب جایگاهش ضعیفه، ولی خب بودن کسایی که استفاده کردن ازش، حالا امید میره که بعدها بیشتر دیده بشه توی موسیقی سنتی خودمون هم. بله دقیقا. نه کاملا جواب کاملی بود.
یکی از مواردی که حالا دوستان از ما خواسته بودن که روی این قسمت از گفتگو اضافه کنیم راجع به گروه نوازی و تنگ نوازی بود و اینکه از حالا به نظر شما چه قابلیت هایی رو یک نوازنده باید داشته باشه برای گروه نوازی و اینکه حالا ساز خواست شما به طور خاص چنگ چه قابلیت هایی برای گروه نوازی دارد. شما اشاره کردین برای موسیقی تلفیقی و اگه یه مختصر توضیح در این ارتباط هم بدین عالی میشه. خب برای تک نوازی که معمولا نکته نمونه، اون چیزی که خب به هر حال خود هنرجو یا خود نوازنده در طول سالیان یاد گرفته و حالا قطعه هایی می نوازه به صورت تک نوازی، یعنی نمیشه گفت نکته خاصی. ولی برای گروه نوازی، حالا جدا از این که خب نوازنده باید نوازنده قابلی باشه، گروه نوازی یه بحثی که داره، ببینید صدای ساز چنگ معمولا آروم و کمه، یعنی اگر قرار باشه کنار سازهای دیگه و سازهای پر صدا قرار بگیره، خب مطمئنا صداش به سختی شنیده میشه. بنابراین توی گروه نوازی یکی از نکاتی که باید رعایت بشه اینه که حداقل مثلا 2 یا 3 تا چنگ توی اون گروه باشه اگر میخوایم صدا شنیده بشه، یا در غیر این صورت اگر قراره یک چنگ باشه، پارتار جوری چیده بشه که اون بین اون صداها صدای چنگ هم باشه برای اینکه دیده شدنش. آره، بیشتر نکته گروه نوازیش خب همینه، فقط همین که میگم اون رهبر گروه باید دقت داشته باشه به اینکه صدای چنگ چون آرومه باید طوری باشه که صدا شنیده بشه، حالا یا با افزایش تعداد ساز یا اینکه با چیدن پارتا به نوعی که این صدا دیده بشه. بله دقیقا، نکات کاملا درستی بود. اگه موافق باشین راجع به سبک‌های مختلف در ساز چنگ هم صحبت کوتاهی داشته باشیم و به طور کلی شما چه آثاری رو حالا تو زمینه چنگ، حالا چه ایرانی چه خارجی، رو توصیه میکنین برای نوازنده ها یا حتی دوستانی که به صدای چنگ علاقه‌مند هستن اون آثار رو گوش بدن؟ خب آثار که بیشتر مطمئنا میگم چون رنگ صدای چنگ کلاسیک، معمولا آثار کلاسیک خب بهتر شنیده میشه روی چنگ. و اینکه حالا توی سبک‌های مختلف، مثلا الان خانم ارنستین استوب هستن که همون سبک کلاسیک رو دارن کار میکنن و قبلا مثلا که یکی دو بارم ایران اومدن و اجرا داشتن. و یه سبک دیگه هستش توی نوازندگی چنگ که بهش میگن سبک پاراگویان. این سبک برای آمریکای لاتین هست و اینکه با ناخون نواخته میشه، برخلاف ما که با انگشت داریم می نوازیم، این سبک سبکیه که با ناخون نواخته میشه. و آقای ویکتور اسپینولا که نوازنده گروه یانی هم هست، فکر میکنم حالا اکثر ایرانی ها که اون موسیقی های گروه یانی رو گوش کرده باشن معمولا ایشون رو میشناسن، که ایشون سبکشون دقیقا همونه، با ناخون می نوازن و اگر دقت کرده باشید خیلی تند و سریع نواختن هاشون به شدت. این شکلیه و میگم سبکا در این حده. و حالا تو چین هم مثل این که یه سری ساز چنگ ساخته شده که دقیقا صدایی که داره میده صدای موسیقی اصیل خودشونه، اما خب میگم سبک نواختنش و شکل سازشون دقیقا مثل چنگه که حالا ما خودمون داریم کار میکنیم، ولی صدایی که انگار داره تولید میشه صدایی که به شدت شبیه صدای خود موسیقی اصیل چین هستش. ولی کلا سبک‌های کلاسیک توی این ساز خب بیشتر شنیده و دیده میشه و خیلی هم دلنواخته. حالا یه سری اشاره کردیم، یک سری از آثار ایرانی که حالا در دسترس هست برای ساز چنگ هم میشه، میتونین لطفا اشاره کنین حالا اساتید معروف توی ایران یا یک سری از کارهایی که حالا تک نوازی چنگ یا به صورت گروه نوازی بوده را اشاره؟ ببینید خیلی از آثار رو ما میتونیم الان با چنگ بزنیم، یعنی من الان خودم مثلا بیشتر آهنگهایی که ایرانی قراره کار کنم، و اولا که خب نوت پیانو رو میگیرم، میگم چون ما مشخصا نوتی نداریم که برای چنگ تنظیم شده باشه، مخصوصا توی آهنگهای ایرانی، حالا شاید توی قطعات خارجی این اتفاق بیفته، ولی خب نوت‌هایی که برای پیانو گرفته میشه و مطمئنن هر قطعه ایرانی که با پیانو بتونیم بزنیم با چنگ هم میشه گفت میشه. من الان خیلی از قطعاتو مثلا مرغ سحر و سلطان قلب ها و خیلی از قطعات دیگر رو به صورت ایرانی کار کردیم روی چنگ و جوابم داده، مشکلی نداره. بله دقیقا، بسیار عالی.
قبل اینکه وارد قسمت آخر که نواختن قطعه از طرف شما باشیم، اگه موافق باشیم راجع به حالا اگه توصیه داریم برای دوستان نوازنده که علاقمند هستن ساز چنگ رو شروع کنن، که از کجا شروع کنن، حالا با خرید قاعدتا با خرید ساز که یک هزینه نسبتا درست باید پرداخت کنن، و اگه توصیه خاصی تو این زمینه هست لطفا بفرمایید. توصیه که چنگ خودتونم میدونین ساز خیلی خاصیه، هم به لحاظ اندازه، هم به لحاظ قیمت و هم به لحاظ نواختن و صبوری که میطلبه. اندازه ساز طوریه که واقعا خیلی ها مخصوصا خانم ها امکان داره که مثلا توی جابجایی ساز مشکل داشته باشن. خب این چیزی که باید خیلی اگر فکر میکنیم که امکان داره این ماجرا منو خسته کنه، خب مطمئنا نباید برم سمتش، چون واقعا ساز تقریبا میشه گفت سنگینیه و خب نیاز به جابجایی های خاص داره و خیلی باید مراقبش باشیم. نکته دوم این که قیمتشه، همونطور که گفتین، خب من این قیمت اولیه رو میگم، ولی مثلا مطمئنن هر چقدر لول من بالاتر میره، سازی که استفاده میکنم باید ساز بهتری باشه، بنابراین باید این قیمت ها صعودیه و من باید بتونم از پسش بر بیام که انجامش بدم. و نکته آخرم اینه که واقعا صبوری میطلبه این ساز، یعنی اینجوری نیستش که ما بخوایم مثلا همون روز اول، همون هفته اول یهو قوی بشیم، چون واقعا با تک تک انگشتا نواخته میشه، خیلی کارو سخت میکنه دیگه، مضراب نیست خیلی از جای و خطا توش زیاد اتفاق میفته، چون به هر حال اون چی میگن کاریه که میخوای انجام بدی و اگر یک لحظه شاید غافل بشی خطایی توش پیش بیاد که حالا تقریبا میشه گفت دیده میشه و شنیده میشه این خطاها. ولی خب میتونم بگم تنها چیزی که واقعا ترغیب کنم دوستان رو، حالا اینقدر که از سختیاش گفتم، نوای جادویی داره و واقعا کسی که این سازو در خونش داره مثل این میمونه که ما خیلی موقع شنیدیم حالا یه سری از کارتون ها و برنامه هایی که تو ایران باستان صدای این ساز میاد و واقعا یه نوای افسانه‌ای هستش. بله. و خوبیش اینه که هر کس هر چقدر هم مبتدی باشه، وقتی دستش روی این ساز میاد هیچ وقت صدای بدی ایجاد نمیشه. بله. یعنی شما راحت ترین کارم که حالا مثلا یه همین کار روی این ساز انجام بدین، بله. یه نوای خوبی داره، بنابراین خسته کننده نیست. آره خسته کننده نیست و حالا اون کسی که علاقه داشته باشه واقعا و پشت کار داشته باشه میتونه خیلی موفق باشه تو این کار. دقیقا خیلی نکات خوبی اشاره کردیم. بله قطعا هر سازی نیاز به علاقه و خوشکار زیادی داره و اشاره کردیم. بله ساز چنگ هم صداش بسیار دلنشینه. اگه موافق باشین من قبل اینکه وارد سوال از مخاطبینمون بشیم، همراه باشیم با شما با اجرای قطعه اگه حتما. باعث افتخاره. خیلی ممنون، لطف میکنم. من جامو فقط درست کنم که بله حتما.
خیلی عالی بود. اصلاً در نکن. خیلی ممنون. مثلاً البته بگم که این قطعه خوابهای طلایی بود اثر استاد جواد معروفی. حالا بیشترم اصرارم رو قطعه ایرانی بود برای اینکه همون گفته بشه که میشه قطعات ایرانی رو با این ساز نواخت و تقریبا دلنشین هستن. مثلا اینطوره. خب اگه موافق باشین سوالای مخاطبین رو خدمتتون بپرسم. یکی از دوستان فکر کنم اشاره کرده بود راجع به نحوه حمل و وزن ساز، که شما فکر کنم اشاره کردین که ساز سنگینی هست و بستگی به اندازه ساز هم داره. ما یه سری ساز داریم که کاملا قابل حمله و توی ساک قرار میگیره به راحتی، مثل کیف دوشی میندازیم رو دوشمون میریم. ولی خب به طب هرچی ساز بزرگتر میشه، درسته همشون کیف دارن ولی خب دیگه تو حملش یه مقدار سخت‌تره دیگه. میگم بستگی به اندازه ساز داره. بله دقیقاً. حالا آقای حسینی پرسیدن این ساز چنگ چند تا اکتاف داره اگر لطف کنید؟ ساز بنده فکر میکنم 4 اکتاف باشه اگر اشتباه نکنم. یه ساز 28 نوته. بله بله دقیقا. بسیار عالی. یه سوال دیگه که دوستان پرسیده بودن راجع به موسیقی دستگاهی بود، که آیا امکان اجرای موسیقی دستگاهی برای ساز چنگ هست؟ فکر میکنم باشه. حقیقتش من خودم هنوز کار نکردم، ولی خب یعنی میشه گفت کسی هنوز کار نکرده، ولی خب میگم آقای باقرنژاد خودشون اصرار داشتن که حتما این کار انجام بدیم با ساز چنگ و توی برنامه های آتی هستش و فکر میکنم قابلیتش رو داشته باشه که بتونه انجام بده این ساز. دقیقاً. و یه سوال دیگه راجع به آموزش برای کودکان بود که فکر کنم سوال خود منم بود، چون من صفحه شما رو هم که نگاه میکردم میدونم شما قسمت خیلی زیادی از آموزشتون برای کودکان هم هست و قاعدتا اندازه ساز هم به همون نسبت خیلی کوچکتر میشه. بله بله من الان میگم یه ساز تقریبا 10 یا 12 نوت هستش که ما برای کودکان تقریبا 3 تا 5 سال داریم استفاده میکنیم. بله. که این بیشتر حالت دوره عرف رو داره که الان خب دوره عرف خیلی باب شده تو ایران برای شناسایی صداها و نوت‌ها به کودکان، که خب حالا ما اومدیم این کار انجام دادیم و یه چنگ تقریبا تو اون اندازه کوچیک درست کردیم که خیلی سبک و خیلی راحت قابل حمله. همونجور که دیدیم پسر خود من به راحتی اونو بر میداره و هر جا دلش میخواد میبره. و اینکه خب این خب به نسبت مثلا فلوت یا همون بلزی که بچه ها دارن کار میکنن، صدای ساز مطمئنن صدای دقیق تریه برای شناختن صداها و نوت‌ها. و ما این ساز رو بیشتر به این نیت که اگر بشه دوره عرف رو برای کودکان با این ساز شروع کنیم. حالا میتونن بعدها مثلا اگر خواستن ساز دیگری انتخاب کنن، ولی برای شنیدن صدای ساز خب این خیلی خوبه. و اینکه خب به تبع اون هر چقدر سن بالاتر بره سازها در اندازه‌های مختلف هست دیگه، دوستان میتونن انتخاب کنن بچه‌ها و خیلی از بچه‌هام راغبن که انجام بدن. واقعا خیلی از بچه‌ها رو من میبینم که به شدت به این ساز علاقه‌مندن و خیلی‌ها فکر میکنن که اصلا این ساز تو ایران نیست، پیدا نمیشه و به خاطر همون حالا روی علایقشون یه جورایی پابرجا نیستن دیگه. بله دقیقاً. یکی از دوستان پرسیدن که آیا ساز چنگ حالت تکامل یافته است؟ ایشون فرمودن که درسته که پیانو ساز تکامل یافته، سنتور و سنتور هم تکامل یافته ساز چنگ هست یا هر کدام سازهای جدایی هستن؟ فکر کنم یه سوال خیلی تخصصی و تاریخی. اینو میتونیم، ولی نمیدونم تا اونجایی که من میدونم احساس میکنم ساز چنگ نمیشه گفت تکامل یافته چیزی باشه. به نظر من از ابتدا همون جور که گفتم، چون ابتداعا ایدش از تیر و کمان به وجود اومده، یه سازیه که در واقع از ابتدا بوده و خودش تکامل یافته که الان به این شکل رسیده. یعنی چون به نسبت سنتور یا پیانو خیلی ساز قدیمی تریه و قدمتی که داره، به خاطر همون نمیشه گفت این ساز تکامل یافته سازهای دیگه باشه. این چیزی بوده که به نظر من بوده، ولی خودش توی دوره‌های مختلف شکل تکامل یافتش این شکلی شده. یکی دیگه دوستان سوال پرسیدن امکان یادگیری ساز به صورت مجازی هست؟ کنم این بحث توی گفتگوهای قبلی هم
معمولا بوده که دوستان میخوام بدونم آیا به صورت غیر حضوری هم امکانش هست که یادگیری؟ اتفاقا کلاس‌های خود من اکثرا حضوری برگزار میشد داخل آموزشگاه، ولی حالا این ماجرای کرونا مثلا که یه لطفی که داشت باعث شد ما خیلی بریم به سمت اینکه خب دیگه از یه جایی به بعد کلاس ها مجازی بشه، چون واقعا نمیشد خب وقت بیفته. به خاطر همین الان آره من اکثر کلاس هم به صورت مجازی دارم انجام میدم، چون همطور که میدونین فعلا آموزشگاه ها بسته است و ما کاری نمیتونیم بکنیم. به خاطر همین آره من الان اکثر کلاس هم به صورت آنلاین. بله بسیار عالی. من اکثر سوال ها رو پرسیدم. دوستان خیلی از قطعه‌ای که نواختین تشکر کردم و بسیار لذت بردم. اگه دوستان فکر کنم سوال دیگه ای ندارن، بله فکر میکنم اکثر سوال ها رو داخل چت رو پرسیدم. خیلی ممنون از لطف شما، خیلی استفاده کردیم. خواهش میکنم، خیلی خوشحال شدم از اینکه امروز در خدمتتون بودم. امیدوارم که حالا صحبتامون برای دوستان مفید باشه و اینکه امیدوارم خیلی ها این ساز رو بشناسن و برای نواختنش و برای یادگیریش حتما پیش قدم بشن و انجامش بدن. خیلی ممنون، حتما همینطور انشاءالله که دوستانم استفاده کرده باشن از این گفتگو. بازم تشکر میکنم از شما. فعلا خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.